طوری که شما مستظهر هستین، سال گذشته در مسجد جامع بزرگ هرات زلزله مدهشی با وقوع پیوست. از اثر اون زلزله بخشهایی از مسجد جامع بزرگ هرات صدمه دید، درس برداشت. خب مقام محترم ولایت و ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ و خطیب صاحب مسجد جامع بزرگ، اینا در مجموع هیئت امنا و دولت مسجد جامع و امریت حفظ آبادات تاریخی در مجموع اینا بر این شدین تا جاهایی که در مسجد جامع ترک برداشته، زیان برداشته از اثر زلزله، اینا رو مرمت کنیم. این مرمت همچنان جریان داره و همالا کم شما میبینیم که در تمام بخشای مسجد جامع در مسجد در حال مرمت و ترمیمکاری و بازسازی هست. نه نوسازی، البته اون جایی که صدمه دیده. در قسمت غربی مسجد جامع، مسجد جامع از صده های متولی بخشای داره، دیپوهای داره یا ذخیرگاهای داره که هرچی از داخل مسجد جامع اینا از یک مرحله تاریخی میمونه، اینا رو میبرن در اونجا دیپو میکنن میمونه و باز بعضی در اونجا در نوی به طور مثال نصب میشه. مثلا زمانی که عبدالله خان ملکیار حدوداً یک صد قلب در ولایت هرات والی یا حکمران ولایت هرات بود، دروازه های پنجگانه مسجد جامع بزرگ دارالسلطنه هرات میسازه، دروازه های قبلی مسجد جامع که هر کدوم از اینا 150 سال پیش اینا قدامت داره، این دروازه ها از اینجا جمع میشه و میبرن در یکی از این دیپوها، در این دیپوها گذاشته میشه. تا این چند روز گذشته که این دیپوها اینا بازرسی میشه جهت مرمت، چون سقف از اینا ترک برداشته بود و این یکی از چیزهایی که در اونجی به وجود و دست میایه اینوی دروازه است. شما این دروازه رو میبینید، یکی از دروازه های بسیار تاریخی، این دروازه هایی که شما میتونید تا 250 سال پیش اینا برای از اینا سابقه بدین. گل میخواهی که در این کار رفته، گل میخواه رو میبینیم همه کندنکاری شده، منبتکاری شده، تزئین شده. این گل میخوار به دو سبب در این دروازه و کار میبرن. یکی ای که این دروازه استحکام میبخشه برای از این استفاده میشه به این دروازه، و دیگه ای که جهت زیبایی، جهت تزئین از این گل میخوار استفاده میشه. بعضا از این دروازه هم هست که با لایه های از آهن، از تکای آهن، جهت استواری اونم چوب برای از اونها استفاده میشه. مثلا دروازه ملک، دروازه ملک دروازه در زمان آل کرد بود که دروازه بود که با نام و القاب آل کرد با تکای آهن پوشیده شده بود و او کندنکاری شده بود. اما زمانی که تیمور و هرات با خشم میگشایه، او دروازه رو هم میکنه و اونها رو به سمرقند انتقال میده. این دروازه فعلا توسط متولیان مسجد جامع شریف، توسط جناب خطیب سر اینجی و آقای فاضلی که در اینجی بسیار زحمت میکشن، اشای بسیاری در اینجی گردآوری کردن، در اینجی محفوظ نگاه داشته میشه. در این نگارخانه شما در این نگارخانه آثار، هم آثار چوبی رو میتونید مشاهده بکنین، آثار فرزیر مشاهده میکنین، منبر در اینجا مشاهده میکنین که قریب 300 سال این منبر خطبای محترم مسجد جامع بالای از این صاد میشدن و خطابت میدادن، این جهت حفاظت بیشتر به اینجا آورده شده. و این آثاری که میبینین شما، این آثار چوبیه و این آثار وقتی خطیب صاحب مسجد جامع به سر منبر بالا میشدن، این آثار دست میگرفتن مطابق به سنت اسلامی و دینی که ما و شما دارین. آثار فلزی در اینجا ما داریم که تقریبا 300 سال سابقه داره و آثار خطی داریم، آثار فلزی داریم، آثار چوبی داریم، آثار خطی هم است که شما در اینجا میبینید در این نگارخانه حفظ میشه. قرآن های شریفی داریم که تقریبا 350 تا 400 قدامت داره، تاریخ تحریر از این. در اینجا با امکاناتی که در دسترس مسجد جامع بزرگ دارالسلطنه هرات هست و توسط این نگارخانه، توسط دفتر محترم تیکا این تزئین شده، مرمت شده، در اینجا حفاظت میشه. جا داره که اینجا که هم از تولیت محترم مسجد جامع از جناب خطیب سه که دلسوزگی های فراوان دارن و هم از جناب مقام و ولایت که همیشه که ما وقتی میخواهیم به خدمت سینا برسیم در حفاظت مسجد جامع بسیار تأکیدات دارن و از آقای فاضلی که در حفاظت از اینا و در جمع‌آوری از اینا، این آثار بسیار با ارزش، اینا سعی بلیغ دارن انجام دادن، ما اظهار قدردانی و تشکر نماییم. سنت هرات، سنت دروازه سازی یا نجاری در ولایت هرات ای بود که چنین دروازه هایی بود. شما در مثلا در خانه های عطارباشی
در خانه‌ای که خانه بسیار تاریخی در ولایت هرات هست، این خانه کربسی، شما این خانه رو که مشاهده بکنید، هر یک از این خانه‌ها اینا بالاتر از 200 سال سابقه دارن، به دلیل اینکه 190 سال مطابق بر شهادت تاریخ که تاریخ کتبی وجود داره که 190 سال قبل این خانه‌ها مرمت شد، این خانه‌های تاریخی با مو وضعیت که امروز داره که چنین دروازه‌ای دارن، طبیعیه که 100 قبل، یعنی بالاتر از 50 سال 6-7 قبل اینا ساخته شده بوده که با گذر زمان شما میفهمید که با 20 سال و 10 سال یک آبده یک دروازه این ترمیم طلب نمیشه، طبیعیه که بعد باید 50 یا 100 سال از بالای از این بگذره که ترمیم طلب شه. به گمان اغلب اینا ما میتونیم که 250 بالاتر از 200 سال تا 250 سال اینا قدامت داره و شما چوکات از این میبینید، چوکات از این از بین رفته، یعنی چوکات از این بپوسیده از اثر قدامت، از این چوکات نداره، فقط این یک پایه از این وجود داره با امو گلمیخا و امو که زنجیری که این بسته میشده با او. شما سه کنه حتی می چی از این هم اون منبتکاری شده میبینید ترمیم شده، این آثار نشان میده که باید بالاتر از 200 این قدامت تاریخی داشته باشه و دروازه میشه که برای عزیزی بگیم که دروازه های نخستین مسجد جامع. اما مسجد جامع توجه دارین شما که بار مسجد جامع ترمیم شد، به طور مثال در زمان اولاد تیمور ترمیم شد، در زمان خاقان منصور سلطان حسین بایقرا، امیر الکلام، امیر علی شیر نوایی، خود از این آمی آماد به مسجد جامع استین بر می زد و به دست از اینا به دست معمار و مهندس و برنامه که در اینجا وجود داشت به دست از این خشت می داد. در زمان آلاکور در اینجا خیلی زحمت کشیدن، مدرسه ساختن، خانقاه در اینجا ساختن، اوریاک و اصلا خود از اینا مسجد جامع ساختن. مشاهده میشه که بار این برمت شده، ترمیم شده. از اثر این مرمت و ترمیم ما میتونیم که قبل از ملکیار که حدوداً 100 قبل، 100 قبل در اینجا نایب الحکومه هرات بود، بگیم که دروازه نخستین مسجد جامع بزرگ قبة الاسلام هرات است. از وسایل، بسیاری از وسایلی هست که در بین فیلپایه ها که مسجد جامع شما میبینید که تمام از این گچکاری شده، ما به خاطر از اینکه انمی ترکی که برداشت شده بود گفتن ترک باید مرمت شه، وقتی که این پلاستر رو از پس میشه، پلاستر رو از که پس میشه چی بیرون میشه؟ یک دروازه بیرون میشه. اینو شما خیلی دروازه ها دیدین، این وجرایی که بین فیلپایه های سمت جنوب بیرون شد که بالای فیل سه منزل بالای هم بود که دو منزل بود و منزل سوم که پشت بام بود، میرفتیم پشت بام که او دلای فیلپایه بود، کس نمیفهمید که دلای از جا هسته و چیهایی که آثاری که از مسجد جامع از 200 قبل 100 قبل که اینا جمع شده، مثلا مرمتی که در یک جا به وجود می آمده، یک ترمیم می شده، یکی از وسایل که قابل ترمیم نمیده او رو جمع میکردن و به جای وسیله دیگه نصب میشد، او وسیله میبردن در دیپو گذاشته میشد. او دیپوهایی هست که دسترسی هر کس نداره برای از او، و پلیوش آرامگاه هست، قبوری در اونجا وجود داره از مشاهیر، از بزرگان و بزرگان ولایت هرات، از بزرگان مسجد جامع، خطبای مسجد جامع که در اونجا دفنن، یعنی اجازه هر کس نیه که هر کس بره، دسترسی نداره هر کس به اونجا. حال ناگزیر به خاطر مرمت مسجد جامع به هم جا مسجد جامع، اولیای امور مسجد جامع دسترسی دارن، هم رو باز میکنن. ای از اثر امو باز کردن از او این دروازه بیرون شد و حال با تمام نمو امکاناتی که در دسترس توالت مسجد جامع بزرگ هرات هست این حفاظت میشه و در نگارخانه اینج می نویسه یک اثر تاریخی و یک اثر بسیار با ارزش در اینج از این نگهداری به عمل میآید.